سلام همه شما دوستای عزیز، من الان هستم و با یک ویدئوی آموزشی دیگه که آموزش مقایسه بنره توی پچ جدید پچ 4.6 اومدیم خدمت شما. مپ جدیدم باز شده، دیگه گفتم بیام همینجا با شما این استچ رو آنلاک کنم، یه هوی ریویوی بره روی مپ و این سوراخ بالاخره پرش من خیالم جمع بشه. خب یه مقدار عجیبه، احتمالا الان میره زیر زمین جایی دیگه، چون یه ذره جزیره این همه وات دی فاک دود. هلو اوکی، حالا جلوتر دیگه نارم خواهیم دید. بریم بدون مرتلی و وقت‌کشی بنر رو براتون مقایسه کنیم که بعدش هم دقیقا همین لحظه سریع پاشم برم و ویدیو آموزش آرلکینو رو براتون رکورد کنم بذارم که دیگه کمتر فوش بخورم. فوش که قرار نست بکنم، کمتر قور بزنین به هم بگین آقا زود بذار بنر بذار. باش چشم میذارم. خب پس بریم هم دیگه تا آخر ویدیو همراه هم باشیم. اول از همه بیاییم بریم اینجا ببینیم چه بنریه. به 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 یعنی کلا همه پایروها رو ریختن تو. خب بعد نکته جالب اینجا که متریال گدرنگ جفتشون هم یکیه. خب حالا آقا الان خیلیاتون میگین که آقا خود مشخصه دیگه روی آرلکینو بشته. آره درسته. خب ولی یکی رو میبینی که مثلا با استایل لینی حال میکنه، با چارج اتک پلی میده، چون لینی ببینید دی پی اس واقعا سالیدیه. خب یعنی دی پی اس خیلی اوکیه، اونقدر بد نیست، ولی تا آرلکینو هست چرا لینی؟ الان سوال من اینجاست. خب حالا من خیلی جلو خودم رو گرفتم، چون من بچه داشتم میگفتم بچه من قرار برم ویدیو وقتی رکورد کنم اینجوری میکنم میرم میگم هر کسی که روی آرلکینو ویش نزن. آره میخواستم فوش بدم ولی بچه ها گفتن نکن دیگه، نریم زشت فلان بسار نه. برای همین گفتم آقا لطفا همه تون پاشیم برای آرلکینو ویس بزنیم، ویش بزنید. آره ویس نجن، ویش بزنید، چون که خب یک هایپر کری دی پی اس پایروی خیلی قویه که حالا تیم زیاد میشه براش بست، یعنی آپشن تیم زیاد داره، ولی دو تا تیم سالید کلا داره که حالا توی آموزش خودش کامل اینا رو به هم بررسی خواهیم کرد. و استریم ویش هم که خب یک سری از بچه ها که به قول گفتنی خواست داشتن اینجا اومدن و زودتر ویش هاشون رو زدن و من هم خبر نکردم، یعنی یه ساعت زودتر سرور رو باز کردم. اینا من گفتن 6:30، من رفتم تا دوش گرفتم تا اومدم تا آماده شدم بیام بشنم اینجا 6 بود. بعد اومدن اینا حسن تموم شدن، هیچی دیگه نیست، مثلا اینکه الان چند تا تک تک داره میاد، ولی دیگه تقصیر خودشونه دیگه، میخواستم دفعه بعد با من هماهنگ کنم. آره خب و استریمش اصلی ساعت 8 شب امشب، تاریخ دقیقا بگم 5 اردیبهشت ماه 1403 با هم دیگه قرار بیایم و ساعت 8 شب بشینیم توی سرور دیسکورد و ویشا رو بزنیم چپ و راست کنیم. از الان تا اون موقع من دهنم قرار سرویس شه، چون که ادیتور نیست و خودم قراره هم این ویدیو رو رکورد چیز کنم، ادیت کنم، اوکیش کنم بذارم و هم ویدیوی آموزش آرلکینو رو. خدا خیرمون بده، خدا بهمون رحم کنه و آره ایشالا زنده ایمونم تا ساعت 8. بعد دیگه ساعت 8 میشینیم ببینیم چه خبره دیگه. امروز روز خیلی شلوغیه، خدا رو شکر، یعنی خدا رو شکر که روز شلوغیه، ولی خوبه، شلوغ بودن خوبه. خب ببینین خیلی نمیخوام واقعا اینجا چیز کنم روی این بنر با هم یه صحبت کنیم، چون که واقعا نسبتا مشخصه، صرفا یک راهنمای کلی که بخوام بهتون بکنم اینه که آقا اگه لینی میگیرین سلاح افتوپی برش زیاده، آپشن زیادی دارین، ایموس با هم اوکیه، سلاح خودش هم اگه دارین اوکیه. خب یعنی نکته ای که وجود داره الان احتمالا خیلیاتون هستین که آقا گانیو دارین یا حالا مثلا ممکنه لینی داشته باشین یا حالا کاراکتری که با چارج اتک کار میکنن، سلاح لینی ببینین براشون خیلی سلاح اوکیه، چون که بیسیکلی برای چارج اتک ساخته شده و مخصوصا اونایی که با اتک و این داستانا اسکیل میشن و مثلا تیم مونو هم دارن، مثل مونو پایرو، مثل مونو هایدرو. مونو الان میگین چی؟ یعنی تقریبا تمام المنت اون تیم، یعنی تمام دماج اوتپوت اون تیم از همون نوع المنته دیگه. انقدر گفتین آقا لطفا اصطلاحات فارسی استفاده کن، کم کم میخوام هرچی انگلیسی استفاده میکنم سریعا فارسیش هم همونجا بگم که شما هم خدا رو شکر یاد بگیرید من دارم چه زبونی صحبت میکنم. اوکی خب
آره سلاح خودش اوکیه، بنر سلاحش آقا کلا در حالت کلی ارزش بیش زدن داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقا سلاح آرلکینو جایگزین برای خودش نداره، بهترین سلاح خودشه قاعدتا، کریت ریتش هم میده و یه جوری قشنگ استاتش رو بالانس میکنه، خیلی براش مفیده. و از جهتی هم از لحاظ حالا توضیحات سلاحی کامل ترین چیزی که با کیت آرلکینو سازگاری داره، یعنی عملا انگار یه دونه آرلکینو چسبونده رو آرلکینو، خیلی قوی میشه. ولی حالا بریم سراغ این که آقا الان کانساشونو بزنیم یا سلاحشون. برای لینی که اصلا کانس نزنید واقعا، خب لطفاً نزنید. ولی برای آرلکینو یک حقیقت تلخ کنه، یه حقیقتی که وجود داره اینه که کانسلیشن یک آرلکینو از سلاح خودش هم حتی میتونه مهمتر باشه، چون که دمیج آوتپوت آرلکینو براتون خیلی بیشتر میکنه و در کل خیلی قوی تره. یعنی سلاح 4 ستاره جایگزین زیاد داریم بخوایم به جای سلاح خودش بذاریم، ولی هیچ چیزی نداریم بخوایم به جای کانس یکش بذاریم، چون که کانس یکش عملا کیتشو داره بوست میکنه، یعنی کیتشو تقویت میکنه، خیلی چیز خفنیه. پس در نتیجه کسایی که قرار ویش بزنید، من از همین الان دارم بهتون میگم، این بنر بنریه که باید روش ویش زد. چرا؟ 4 ستاره رو نگاه کن تو رو جان احمد، شیلنگ به شیاندینگ، آره خب این شیلنگ بعد از نوبیل آرلکینو، حالا مثلا دی پی اس های هایپر کریه خیلی سنگین مثل هوت ها و حالا دیلوک توی پایرو، قوی ترین دی پی اس بازیه. و نکته ای که وجود داره اون چارتای کردن نامورده بعد آنفیلد باشن، این اولاغ میره بیرون همه دمیجش هم میزنه، 4 ستاره هم هست، آره خیلی خوبه. این بنر حتما ویش بزنید، خیلی قویه. بعد از اون ور فرمینت هم یک دی پی اس نسبتا نرمال فیزیکاله. لینی داداش لینته و آره دیگه، این احتمالا صرفا سر همین اومده توی بنر. ولی در حالت کلی به عنوان یک کاراکتر انمو یوزج میتونه داشته باشه، ولی خیلی پیشنهاد نمیکنم ساعت سوکروس و کازوها هستن لینتو بخواین استفاده کنین، مگر اینکه مثلا نیاز داشته باشین که یک اوسیا بزنید به انمی، که خب چون که المنت از چیزای فاونتینه میتونه اوسیا بزنه همین. و آره دیگه، پس برین سریعا بیشتون آماده کنین، اول آرلکینو، بعدش کانسلشنش و بعدش سلاحش. ساعت 8 میبینمتون with استریم ویشم، مثل همه استریم ویشا، مثلا این استریم ویش نوبیلیتی که الان دیگه تو زارت میذارم تو صفحه عکسش رو دیدین، ویدیوش هم قطعا احتمالا خیلیاتون همشون رکورد میشن و میذاریم توی یوتیوب که یک خاطره ای بشه بتونیم اینجا بمونیم و دور هم دیگه لذتش رو ببریم. خب دوستان، این بود از ویدیو کاملا خلاصه و خوب. من برم اینجا دومین آرتیفکتم وا کنم که اینجا آرتیفکت رو نیاز نمیدیم. الان میرم اول ویدیو آرلکینو رو رکورد میکنم، بعد میام دومین باز میکنم، دوام نکنم، من بچه خوب. خب دوستان، بالاخره رسیدیم به آخر یک ویدیو دیگه، حالا کوتاه و کم کم دیگه آرلکینو داره میاد، احتمال داره جاتو بگیره، من خیلی دوستت دارم. ولی خب دوستان دیگر بخواست باقی نمونه، ساعت 8 توی استرمیش میبینمتون، خودم حتما هستم توی دیسکورد. و این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای همه دوستاتون، مخصوصا اونایی که نمیدونن و یا دو به شکن که روی این بنر بزنن یا نزنن، بفرستین که بیان بزنن. یعنی حالا شاید با صحبت من قانع بشن که آقا باید این بنر ویش بزنید. آرلکینو حتی میتونه به عنوان یک کاراکتر سولو مثل نوبیلت کارش انجام بده و دمیج اوتپوت خیلی ترسناک بالایی هم داره. دیگه توی ویدیو کیتش همه چیزش هم بهتون توضیح میدم که بفهمید چقدر کاراکتر واقعا وحشتناکیه. و رسیدیم به آخر یک ویدیو دیگه، این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو هم سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن هم بزنید و دیگه حرف خاصی باقی نمیمونه و تا درود دیگه، همه شما رو بارکان های بزرگ میسپارم. بدرود.